بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف نهم سلام وقتتان بخیر امیدوار که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان به خوبی و خوشی و سلامتی سپری شود خوب شاگردای خوب انشالله درس گذشته تانه به خوبی خوانده باشین مطابق جلسات گذشته ابتدا ما و شما بریم و نکات مهم درس گذشته را با یکدیگر مرور بکنیم و انشاءالله امروز یک سیستم جدیدی را شروع کنیم و با او آشنا شویم خب شاگرده خوب سنف نهم سوالات امروز ما و شما سوالات صحیح و غلط است پس نیاز به دقت و تمرکز بیشتری داره. سوال اول از شبکه اول مویرگی به داخل کپسول بومن مواد خون بجز پروتئین و کرویات تراوش میکنن. خب حالا به نظر شما شاگردای خوب این جمله صحیح است یا غلط؟ آفرین به شاگردایی که این جمله را صحیح گفتن. چرا که در شبکه اول مویرگی جایش مهمه که به داخل کپسول بومنه که صحیح هست و موادی که تراوش میکنه که گفتیم همه مواد بجز پروتئین ها و کرویات نوع کرویات اشاره نشده اینجا تمام کرویات خون شامل میشه سوال دوم در شبکه دوم مویرگی قند و آمینو اسیدها دوباره جذب خون میشه این جمله جمله چی است آفرین به شاگردایی که این جمله را هم صحیح میگن ما دو شبکه داشتیم شبکه اول مویرگی شبکه دوم شبکه دوم کار جذب دوباره را انجام میده اگر به جای کلمه دوباره جذب شدن باز جذب هم می آمد، باز هم جمله ما و شما صحیح بود سوال بعدی شبکه اول مویرگی اطراف لوله یو شکل شبکه دوم مویرگی اطراف مجرای جمع کننده ادرار است در این سوال شما باید ساختار یک نفرون در ذهن خودتان تصور کنین حالا بگین که این جمله صحیح است یا غلط این دقت زیادی میطلبه آفرین به شاگردهایی که گفتن غلط است چرا چون جای شبکه اول مویرگی و شبکه دومه به درستی مشخص نکردن شبکه اول در کپسول بومن بود نه در اطراف لوله یوشکل در اطراف لوله یوشکل یا لوله هنله چی بود شبکه دوم مویرگی آفرین به کسایی که درس با دقت خواندن و یاد گرفتن پس این جمله غلط بود سوال بعدی رسوب موادی چون کلسیم و مگنزیم و یوریکسید در مسانه سبب ایجاد سنگ گرده میشه کی میگه صحیح کی میگه غلط آفرین به شاگردایی که اینقدر درس با دقت خواندن این جمله غلطه همه جاش درسته اما یک چیز کوچولو و ریز باعث شده که این جمله ما و شما رو غلط کنه خب ما و شما میدانیم و خواندیم درسته کلسیم مگنزیم و یوریک اسید اگر رسوب بکنه سنگ گرده رو به وجود میاره اما در این جمله گفته در مسانه خوب دقت کنید شاگردای خوب نگفته در گرده باید این مواد به داخل گرده رسوب کنه تا سنگ گرده را به وجود بیاره اگر در مسانه رسوب کنه دیگه سنگ مسانه میشه نه سنگ گرده پس این جمله غلط است سوال بعدی التهاب نفرون ها سبب ایجاد بیماری نفریت میشه این یک جمله ساده و صحیح است خب شاگردای خوب ما امروز یک سیستم جدیدی را در بدن موجودات زنده ای مثل انسان ما و شما شروع میکنیم به نام سیستم اسکلتی مطابق سیستم های مختلفی را که تا حالا ما و شما خواندیم از سیستم هاضمه گرفته تا سیستم گردش مواد تا سیستم اطراحیه حالا رسیدیم به سیستم اسکلتی خب در این ابتدا یک مروری شما در ذهن خودتان داشته باشید که چی موجودات زنده ای اصلا اسکلت داره یا به عبارتی اصلا موجودات از نظر اسکلت به چند دسته تقسیم میشه یا اصلا خود موجودات به چند دسته است خب حالا ما و شما رو با یکدیگر مرور میکنیم چون در این فصل ما به او نیاز داریم خب شاگردای خوب صنف نهم شما در سالهای گذشته در بیولوژی سنف هفت و هشت و کتابهای قبل از او در ساینس خواندید که کل موجودات زنده در طبیعت به شش عالم تقسیم میشه موجودات زنده به عالم آرکی بکتریا خب جزئیاتشان اگه فراموش کردید در کتاب بیولوژی سنف هشت یک نگاهی بندازین یاد شما میآید دیگری عالم یو بکتریا دیگه عالم پروتستا دیگه چی داشتیم عالم فنجیها دیگه عالم نباتات و عالم حیوانات خب اینا شما در سنف هفت و یک کم کامل ترش در صرف هشت خوندید حالا درس ما و شما در رابطه با ای بخشه ای حیوانات از نظر اسکلتی به چند گروپ تقسیم میشه به دو گروپ حیوانات فقاریه که به اونا چی میگفتن؟ کرداتا و حیوانات غیر فقاریه خب شاگردای خوب کی یادشه که باز غیر فقاریه به چند فایلم تقسیم می شد؟ آفرین یادتان هست حتما معلم های شما در سنف هشت گفته حیوانات به نه فایلم تقسیم بندی میشه که یک فایلمش فقاریه یا کوردتایه که ما و شما در زی فصل می و این غیر فقاریه ها هشت فایلم بود خب فالم غیر فقاریه ها چی ها بود؟ شامل چی بود؟ شامل اسفنج ها کیسه تنان نرم تنان مفصلیه خارپوستان کرم های پهن کرم های مدور و کرم های حلقوی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت هشت فایلم حیوانات غیر فقاری و یک عالم عالم حیوانات فقاری هست که به نام کوردتا یاد میشه این حیوانات کوردتا به خاطر داشتن یک سیستمی هست به نام سیستم اسکلتی حالا ما و شما این سیستم ان در این فصل میخوانیم با کار با اجزا و بخش ها و نقش و وظایف از این سیستم بیشتر آشنا میشیم خوب شاگردای خوب خوب دقت کنید ما و شما میدانیم که هر سیستمی در بدن اهمیت خود داره اما اهمیت سیستم اسکلتی چیه سیستم اسکلتی مانند یک تکیهگاه یک محور برای بدنه یعنی عضلات ما و شما پوست ما و شما بر روی همی اسکلت یا همی تکیهگاه استوار شده این نقش اسکلت ما یک مثال بسیار ساده برای شما میگم خیمه ها و چادر رو دیدید که به داخل از او یک عمود یا یک میله حالا یا آهنی یا چوبی از داخل خیمه زده میشه تا خیمه برافراشته باشه طوری که اگه ما همی میله یا همی چوب برداریم این خیمه کاملا بر روی زمین میفته اسکلت ما و شما همین نقشه به داخل بدن داره محور و تکیهگاه عضلات و اعضای بدن است خب خود اسکلت که حرکت نمیکنه به کمک انقباز ازولات حرکت میکنه حالا در چند اسلاید بعد حالا باز در پای تخته ای برای شما بیشتر تشریح میکنیم خب ازولات اسکلتی بر روی اسکلت ما و شما قرار داره و با انقباز و انبساط خودش سبب حرکت اسکلت و استخوانهای بدن ما و شما میشه تعداد استخوانها این یک نکته کنکوری خیلی مناسب و خوب و مهم است تعداد استخوان بدن در حدود 206 عدد استخوان هست حالا این سیستم اسکلتی ما و شما فقط استخوان نیست شامل استخوان شامل قذروفها و مفصل‌ها هست که ها این سه قسمت ما در فصل با یکدیگر میخوانیم و یاد میگیریم خب حالا ما و شما سر خود استخوان ها میریم کل استخوان‌هایی هایی که اسکلت ما و شما رو ساخته و در تصویر میبینین به دو رنگ نشان داده شده یک سری استخوان ها را به رنگ آبی نشان میدیم و یک سری ها را به رنگ تیره زرد یا قهوه‌ای دیده میشه این به زی خاطر است که ما اسکلت ما شامل دو قسمت میشه اسکلت محوری و اسکلت زمیمه ای همونطور که از نامش معلومه اسکلت مهوری محور یعنی اساس یعنی اصل یعنی پایه چه استخانه هایی در اسکلت محوری همه استخانه هایی که به رنگ آبی جمجمه استخوان ستون فقرات استخوان قبرقه ها و استخوان سینه اینا استخانه های محوری هست هم بسیار مهمه حتما حتما تا امتحانا یکی از اینا خواهد آمد که یا استخانه های محوری را نام بگیرید یا استخانه های زمیمه ای را. حالا استخانه های زمیمه ای زمیمه یعنی اضافه کردن علاوه شدن اینا به استخانه های محوری علاوه میشه اضافه میشه وصل میشه استخانه های زمیمه ای مثل استخانه های دست ها های پاها استخانه های لگن خاصره استخانه های توقک و بیلک شانه است اینا به کمک رنگ های تیره در این شکل نشان داده شده که باعث میشن ما با استخانه های زمین بیشتر در ذهن خودمان بسپاریم خب جالب نکته بعدیه که تعداد استخانه های زمین از استخانه های مهوری بیشتر است این هم میتونه یک سوال کنکوری بسیار مهم و خوبی باشه خب حالا این استخانه ها در بدن ما و شما چه وظیفه ای داره فقط که وظیفه حرکت ندارن اول قسمت چهار تا وظیفه بسیار مهم داره استخوان‌ها یکی محافظت خوب تصور کنید شاگردهای خوب مهمترین بخش های بدن ما و شما در دا داخل استخوان های اسکلت ما محافظت میشه مغز ما و شما به داخل جمجمه که جمجمه استخوانی بسیار سخت و محکمه دیگه قلب و شش های یا های ما و شما که به داخل قبرقه ها و ستون فقرات ما قرار داره نخای شوکی هست که این نخای شوکی هم در کانال یا در امو مجرای ستون فقرات یا مهره های کمر ما و شما قرار داره این به خاطر نقششی هست محافظتی هست و حتی اندامه های تکسری هم به داخل لگن خاصره قرار داره خب نقش بعدیش نقش چی هست غیر از محافظتی نقش ذخیره ایه کلسیوم ها چی چیزایی را خود ذخیره میکنه دو تا از مینرال های مهم بدن ما و شما یا مکمل های مهم بدن ما و شما به نام کلسیم و فسفرس هست که این دوتا در دا داخل استخوان ها رسوب میکنه حالا شاگردای خوب جالبه بدانید که همین دوتا ماده مهم که اگه خدای نخواسته در رژیم غذایی ما و شما کم باشه ما دچار نرمی استخوان دچار پوکی استخوان دچار شکستن های پی در پی در رفتگی ها و این مشکلات استخوان داریم که در دا پایان همین فصل اونا رو میخوانیم و آشنا میشیم با وجود میآید حالا کلسیم در چی چیزایی وجود داره کی میتونه آفرین به شاگردایی که گفت کلسیم بیشتر در نبات لبنیاته و فسفورس در مغزه ها بیشتر است علاوه بر مغزهایی مثل چار مغز، بادام در حیوانات یا غذاهای دریایی هم وجود داره خب این دوتا ماده بسیار مهمه اما یک نکته مهمتر از خود از این دو ماده ایه که برای رسوب و جذب این دو ماده به داخل استخانه ها ما نیاز به یک ویتامینی داریم به نام ویتامین دی این ویتامین دی خیلی خیلی مهمه چرا که اگر ویتامین دی ما و شما کم باشه که بیشتر از 90 درصد مسلمان ها در دنیا به کمبود ویتامین دی مبتلا هن. ای باعث میشه که هر چقدر ما و شما کلسیم و فسفورس مصرف بکنیم اونها به خوبی جذب و های ما و شما نشه پس در کنار ازی که ما لبنیات زیاد مصرف میکنیم حتما باید توجه در ذخیره ویتامین دی بدن هم داشته باشیم که با یک ماینه لابراتواری از خون براحتی مقدارش سنجیده میشه که ما در محدوده طبیعی قرار داریم و یا نداریم خب اگر کمبود ویتامین دی را داشته باشیم هم از طریق غذاهای دریایی و هم از طریق گولی های یا قرص های یا دواهایی که ویتامین دی را ساخته و در دواخانه ها وجود داره ما میتونیم کمبود خود جبران کنیم و هم یک راه بسیار راحتش نور آفتاب هست در, ق... در معرض یا در معرض قرار گرفتن نور مستقیم آفتابه نه نوری که از پشت شیشه های پنجره ها یا کلکین های ما و شما بتابه باید کلکین ها باز شود و نور مستقیم به پوست بدن ما و شما برسه به خاطر ازی که در کشورهای مسلمان بیشتر افراد پوشیده هستن کمبود ویتامین دی هم شایع و این باعث میشه که کلسیم و فسفورس هم کم رسوب کنه و استخانه ها نرم بشه حتی شکل خودم ممکنه خدایی نخواسته از دست بده و برای ما مشکلات درد را ایجاد کنه نقش دیگر استخانه ها علاوه بر محافظت و ذخیره حرکت هست که به کمک ازالات اسکلتی حرکت میکنه ما بخش چهارم هم میگم باز در پای تخته برای شما این بخش حرکتی و عضلاتی را که بر روی استخانه ها هست با یکدیگر تشریح میکنیم کار چهارم استخانه ها ساختن حجرات خونی است. ما در داخل استخانه ها یک نسجی داریم به نام مغز استخان که در داخل مغز استخان حجرات خونی ساخته میشه. خب اما ازولات اسکلتی چی هست و چگونه سبب حرکت میشه؟ در سالهای گذشته به خاطر دارید که در انساج ازولاتی ما سه نوع ازوله داشتیم عضله اسکلتی، ازولات قلبی و ازولات لشم ما با ازولات لشم و ازولات قلبی کاری نداریم که اونا را در گذشته در درس قبل زیاد به اشاره کردیم اما در ازولات اسکلتی ببینیم که اینها چگونه به استخانه ها متصل میشن و چگونه استخانه ها را به حرکت در میارن خب شگرده خوب دقت کنید این یک اگر یک استخوان باشه ازولات یا ازولات اسکلتی به مجاورت همه استخوان ها به این صورت قرار می گره. دو سر ای ازولات به رنگ سفیده یعنی همین رشته ها یا ازولات, ازولات بدن ما و شما رشته رشته هست به همین خاطر بعض ازولات اسکلتی یا مخطط هم میگن این رشته های ازولاتی دو سرش جمع میشه یک جام میشه که به این بخش سفید رنگ پی پی گفته میشه هم از بالا و هم از پایین در بعضی کتاب ها زرد پی گفته میشه به خاطر ازی که به رنگ سفید مایل به زرد است خود ازی پی یا زرد پی توسط از, از نسج ارتباطی است در کتاب های علمی به همی پی تاندون هم میگن تاندون ها رشته های عضلات جمع میکنه و به دو سر استخوان ها متصل میکنه خب این تاندون ها ماهیچه ها یا همی عضلات ما و شما را در هنگام انقباض و انبساط یعنی کوچک و بزرگ کوچک و بزرگ شدنشان باعث میشه که استخوان جمع کنه به حرکت در بیاره یا پس به حالت اول در بیاد حالا شما تصور کنید دمی استخوان دست شما خب یک ای در قسمت بازو وجود داره که ای ازوله از دو طرف به قسمت آرنج و قسمت شانه متصله و باز یک قسمت رشته ازولات دیگه داریم که به ساق قسمت ساق دست ما و شما است که از یک سر به مچ دست و از یک سر به آرنج فراموش نکنید که حرکت ای ازوله ها برعکس یک دیگره زمانی که ما دست به سمت بالا جمع میکنیم عضلات بازو قسمت بالایی منقبض میشه یعنی عضله کوتاه میشه خب وقتی این عضله کوتاه شد از این سر استخوانه تا میکنه به سمت بالا و زمانی که دوباره منبسط میشه رها میشه از انقباض پس ما دست خود به حالت عادی برمیگردانیم پس انقباض عضلات بازو سبب حرکت دست ما و شما میشه حالا خود از این بازو یک ازوله در بالا داره یک عضله در قسمت زیر بازو داره منقبض شدن عضله بالا سبب کشیده شدن استخوان ساق دست به سمت بالا میشه و باز منبسط شدن یعنی باز بالا منبسط زیر دست منقبض میشه باعث میشه که این دست ما و شما به سمت شانه و برعکس حرکت کنه یعنی عضلات یا منقبضن یا منبسطن یک عضله نمیتونه هم منقبض بشه به تنهایی و هم منبسط ما دو نوع عضلات اسکلتی در هر استخوان داریم استخوان متحرک مورد نظر ماست خب استخوانهای متحرک وقتی استخوان بالا منقبض میشه جمع میشه استخوان میکشه به دست بالا وقتی که بالا رها میشه پایین منقبض میشه میکشه به سمت پایین این عضلات اسکلتی هست که سبب حرکت استخانه ها میشن گاهی وقتا در ضربه های ناگهانی و شدید شما میبینید که ای پی یا تاندون ها پاره میشه و زمانی که ای تاندون ها پاره بشه یعنی ارتباط بین ای عضلات و استخوان در ناحیه مفصل ها از بین میره در نتیجه حرکت دادن او استخوان غیر ممکن میشه و بسیار بسیار دردناک میشه که حالا با مراجعه به دکتر صاحبا با توجه به مهارت و تخصصی که این دکتر صاحبای محترم داره این تاندون و پیها ترمیم میشه و دوباره به سر استخوان طی عملیات جراحی وصل میشه که سبب حرکت دادن میشه خب پس از حرکات ناگهانی و شدید و وارد شدن ضربه های ناگهانی به یکدیگر مخصوصا اطفال در هنگام بازی باید حتما خودداری بشه که خدای ناخواسته دچار شکستگی استخوان یا پاره شدن مایچه ها یا تاندون ها ما, ما و شما نداشته باشیم همه استخوان ها اگر میزان رسوب کلسیم و فسفورشتش کم باشه با کوچکترین ضربه ممکنه دچار شکست و یا دچار درز بشه که باز هم او مشکلات خود برای فرد به دنبال داره خب شاگردای خوب حالا ما و شما انساج استخوانی رو میخوایم با یکدیگر بیشتر بشناسیم ببینیم آیا تمام استخوانهای بدن ما و شما از نظر استقامت یا از نظر انساج به یک شکل است یا با یکدیگر متفاوت است خود استخوان نوعی نسج ارتباطی هست چون ما در گذشته گفتیم انساج ارتباطی شامل استخوان، قذروف و خون هستش خب حجرات استخوان استئوبلاست نام داره پس فراموش نکنیم حجرات است... اه... استخوانی چی نام داره نام علمیش هست استئوبلاست ها حالا کلسیم دو تا ماده دیگه هم وجود داره که به استخوان ها رسوب میکنه و سبب استحکام اونا میشه که این دو تا ماده از ترکیب همو کلسیم و فسفورس به دست میاد این دو تا شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کاربونیته این دو نکته هم نکته کانکوری هست اگر به صورت جداگانه سوال کنه کلسیم و فسفرس اگر ترکیبی سوال شوه مرکب یا ترکیبی باشه کلسیم فاسفیت و کلسیم کاربونیت است خب ما دو نوع نسج استخوانی رو داریم یک نسج اسفنجی و یک نسج متراکم است خب این متراکم و اسفنجی در بخش های مختلف بدن ما و شما قرار داره چون استخوان های ما و شما متفاوت از یک دیگر هستند. خب ببینیم در کجاها ما نسج متراکم داریم اصلا این نسج متراکم چیگونه هست موقعیتش انشالله در جلسه بعد میخوانیم نسج متراکم به نسجی گفته میشه که همه حجره های استخانی یعنی است و بلاست ها یک نظم خاصی داره در مرکز این استخوان یک کانال به نام مغز استخوان وجود دارد مجرا یا کانال های استخوانی هست که حجرات استوبلاستی به دور یک دایره متحد مرکز یعنی یک دایره منظم و وسطش کانال استخوان قرار گرفته این میشه نسج متراکم اما در نسج اسفنجی این استوبلاستها ها پراکنده و نامنظم هر جایی چند تا استوبلاست در وسط خودش یک کانال استخوانی دارد. خب حالا ای که این موقعیت این انساج شما بهتر رو درک کنین ما در پای تخته دوباره این انساج برای شما نشان میدم و شکلش میکشیم خب ما گفتیم در نسج متراکم ای یک برش ارزی اگر از یک مقطع استخوانی باشه در قسمت وسط کانال استخوان کانال استخانه که در جلسات یا همین امروز برای شما میگیم در دا داخلش چی چیزایی قرار داره اما حجرات استوبلاست این حجراها به صورت یک نظم خاصی در اطراف کانال استخان قرار داره و اینا نزدیک یکدیگر است به طوری که یک دانه دایره را از دور میسازه یک دایره متحد مرکز همه از به دور یک نقطه این میشه نسج متراکم اما نسج اسفنجی به چه شکل هست؟ در اسفنجی ها اگر یک مقطع ارزی باشه است و ها پراکنده و نامنظمند هر چند تا استخوان یک دانه کانال هم به وسط اونایه یعنی ما در مکان خاص و منظم اینا را نمی بینیم دارای چندین کانال میشه و در قسمت های مختلف پراکنده هستند این میشه نسج اسفنجی به همین خاطر است که این استخوان‌ها ها حالت متخلخل یا سوراخدار دیده میشه اما ای استخوان ها های متراکم و سختی هست و به راحتی هم اینا شکسته نمیشه ای نو نسج استخوانی هست که اگر شکلش هم در جایی دیدیم به راحتی اینا را تشخیص بدیم خب حالا ما و شما به عنوان مثال دو نو آوردیم که دارای انساج هستند کدام یک انساج متراکم دارن کدام یک اسفنجی این استخوان های درازه که میبینین استخوان های پا و یا استخوان های دست باشه بیشتر از نوع انساج متراکمه قسمت وسط اینا یعنی در مرکز تنه یعنی استخوان های دراز از نوع انساج متراکمه اما دو سر استخوان ها اسفنجی هست. شما اگه یک زمانی گوشت مرغ استفاده کنین ران مرغ استخانش که از گوشت جدا کنین ای دو قسمت به خوبی با با چشم میتونید ببینید دو سر استخوان رنگش هم فرق میکنه اسفنجی و نرم و سستره اما قسمت تنه یا مرکزیش سخته پس دو سر استخوان های دراز از نوع اسفنجیه و بخش تنه یا مرکزیش از نوع متراکمه و به راحتی شکسته نمیشه اما در استخانه های پهن که در یک تصویر بغل میبینین شما استخانه های لگن خاصره و استخانه های شانه و اینا را نشان میده اینا بیشتر انساج متراکم داره خب ببخشید اینا بیشتر انساج اسفنجی داره کجا ما اینا را میبینیم؟ انساج متراکم در هاشیه های خارجی یعنی در لبه های خارجیش ما متراکمه میبینیم و در قسمت مرکزی و داخلش اسفنجیه یعنی طریقه قرارگیری اسفنجیا و متراکم برعکسه دوستخانهای دراز دو سرش اسفنجیه اما دوستخانهای استخانه پن وسطش اسفنجیه دوستخانهای دراز تنه یا وسطش بافت متراکم داریم اما دوستخانهای استخانه های پن هاشیه لبه های خارجیه یه استخانها ما انساج متراکم داریم به این خاطر که لبه های اونا اگر از انساج اسفنجی بود راحتی شکسته می و باعث ایجاد ناراحتی ها و مشکلاتی می شد پس اگر نحوه قرارگیری انساج در استخوان ها از ما و شما دست جایی سوال کنه ما و شما می گیم اگر متراکم به پرسه در کجاها ها هست میگیم در استخوان های بلند در تنه و در استخوان های پن در قسمت های خارجی اگر انساج اسفنجی رو سوال کنه میگیم دو سر استخانه های دراز و وسط استخانه های پهن این دو جا یا این دو موقعیتی هست که بافت یا انساج متراکم و اسفنجی رو ما و شما میبینیم خب در ای تصویر این کانال استخوانی رو به شما نشان میدیم در یک برش عرضی از یک استخوان دراز شما میبینید که در مرکز ای استخوان یک انساجی وجود داره که به نام مغز استخوان یاد میشه اما در مغز استخوان چی چیزهایی قرار داره فقط مغز استخوان نیست هم در قسمت مرکزیش رگه های خونی وجود داره هم اعصاب وجود داره و هم مغز استخوان پس در کانال یا مجراهای استخوانی ما سه بخش داریم رگه های خونی اعصاب و مغز استخوان که همین مغز استخوان حجرات خونی را می سازه خب شاگردای خوب برای درس امروز ما و شما دیگه تا همین حد کافی است ان که درس امروز خوب خوب گوش کردید و چیزای مفید و زیادی را یاد گرفته باشید تا جلسه بعدی درستان خوب خوب بخوانید فراموش نکنید که ان سیستم اسکلتی را با یکدیگر ادامه میدیم و مفصل ها و غضروف ها رو میخوانیم همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما